خب دوست عزیز، خیلی خوش آمدین. بحث چهارم ما شما هست سطح آین ستایل اینس. من امروز کمک سطح من خوب نیست، در جریان درس احتمالش داره که سلفه بکنم. شما و بزرگواریتان ببخشید. خب درس گذشته را حتما شما تکرار کردین، جلسه اول، دوم و سوم را در یوتیوب شما حتما دیدین. متاسفانه جلسه سوم بازدید کننده کم دارم، حتما یاد داشتین یا یک سر نزنین. سر بزنین دوستان، بخیر ما بفهم که شما هستید. خب طبق معمول نام چینل ما هست دویچ میتاسیب، در یوتیوب هم برنامه ما نشر میشه. هر برنامه که در تیک تاک ختم میشه بعدش با ثبت میشه در یوتیوب. خب ما و شما درس گذاشته خوانده بودیم، بخش خصوصا بخش ضمیرها را خوانده بودیم، نه به نام پرسونال پرونوم اگر یادتان باشه ما و شما خواندیم. ایش دو ازی از بازم ایش دو ازی از ویر ایر، نمیخوام زی بزرگ بود و یکم زی کوچک بود. ایره ما شما خواندیم و فعل ها هم بر شما داده بودم که گردان بکنن. فعل زین بود، فعل همین بود، فعل گهن، کامن و یا چند تا فعل دیگه هم بود فکر کنم این بالا بر شما. ما این مثلا فعل کاوفن بود، خریدن، و فعل لرنن، آموختن، که حتما شما در خانه ای را کار کردین. بخیر خود نمی سفر تا ختم جلسه بخیر تقریبا شاید یک 50 یا 60 صفحه شود. این ستایل این ما که تمام شد، امی صفحه ما که بخیر شما می بینید نوشته داریم به شکل پی دی افی را من ثبت می کنم و در کسی که خواست طریق پی دی اف فرشان می فرستم در ختم جلسه این ستایل این. خب یک جمله، ما شما کار میکنیم، او دختر به داخل مکتب می رود. زی گیت، ایش گیه، دو گیست، وی گیهن، اون زی گیت این دی شوله. زی گیت تو شوله. فرق بین این دی شوله و تو شوله رم بر شما ما تشریح کردم که این دی این که میگن داخل منامتا، زی گیت این دی شوله. مثلا خانمه هست یا دخترک هست در پیش دار دروازه مکتب هست، وقتی که میخواد داخل مکتب برم در اون صورت این دیشول میگن. اگر نگه دان دروازه برای به طرف مکتب میرم در اون صورت با شما چی میگن؟ سور شولم. و بعدش دست میتشین گیت این دیشوله، دست میتشین گیت سور یا سور شولم، سور در شولم. خب بعدش سوال کردم دوستا در یوتیوب که خب در اینجا تو در طوله یا ای که تور طوله با دوستا هیچ نشین، یا میگن تو در شوله یا تور طوله. بعدش سوال های متواتر من در یوتیوب از پیشتان گرفتم که شما سوال کرده بودین استاد فعل در بعضی جای در جایگاه دوم میره و بعضی جای هم در آخر میره، این مسئلهش در کجا هست؟ چرا کنیم؟ یک چیزی را براتون باید فراموش نکنیم که در ما شما دو نوع جملات داریم. خب یکی داریم هاوت زات، یکی داریم نیبن زات. هاوت زات جملات اصلی است. جملات اصلی به این منام از خود چی دارم؟ از خود یک سابیکت دارم، یک سابیکت یا فایل، پلوس یک دانه یکم نیم پولو یکش که در جایگاه دوم از ورب دارم، و بعدش آبیکت دارم. ما و شما دیگه داخل شدیم در بحث گرامر. خب در بخش گرامر ما و شما داخل شدیم. یا نشته میکنم هاوت زد آبیکت پلوس ورب پلوس object. این میشه هاوت زدس ما. در نیبن زدس ما و شما باز فعل میره در آخر. خب نیبن زدس میموند زوبیکت لوس اوبیکت لوس ویب. در هاوت زدس ما و شما زوبیکت لوس ویب جای کنیم و بیکت در نیبن زدس برعکس میشه، فعل میره در آخر جمله. این حال دیگه حتما سوال خط میشه پیش شما که خدا جان یا زدس و این نیبین زدس از چی هسته؟ اون دیوانه ما اینه رو میکنه. این حال ما برای شما بسیار پس زبان بسیار چی میگن
ساده و راحت برتون محل تشریح میکنم. بحث نویزت ما شما میگذاریم در جاشتان یا این در جلسه آسوای شما میخوام. میایم بالای هاوکتزت. هر جمله که ما و شما شروع میکنیم بیان بکنیم یک عمل را، همین جملات روزمره ساده ما شما، مثلا من از خواب بیدار میشم، من دندانهای خود را پاک میکنم، من آشپزی میکنم، من درس میخوانم، من میروم، برادرم میآید، پدرم خواب میشود، مادرم دیگ میکند، یا نمیفهمم ما آلمانی میآموزیم، شما ها میروید، ما ها میاییم. این همین جملات ساده روزمره ما شما را چی میگن؟ به نام هاپتزاتس، که فقط با یک جمله تمام میشه. و طور مثال ایش ایه هم نخوزه، ما به طرف خانه میروم، دو کامست سو میا، تو به طرف ما میایی. ببین یک تا سابیکت داریم، یک تا ورب داریم، یک تا آبیکت. سابیکت، ورب و آبیکت، این را میگن جملات نیبنزاتس که همیشه فعل در جایگاه دوم میمانه. ها هیچ وقت شما فراموش نکنین که فعل جایگاه دوم باید بمانه. بعضی اوقات به این شکل جملات شما میدن، مثلا میگی دو کامس تو میام اون دن. در اینجا باز چه رقم جمله میشه؟ فعل کجا میره؟ بخاطر که اکثریت شما دن را استفاده میکنید. من خانه تو میام یا خانه ما میایی، بعدن چی؟ بیاب ام این ده نای 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 جا نای 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 دان که میگن دیگه، این دان میشه جایگاه اول دوست داریش. ها اینجا دیگه باید فیل بیاد دان یه هندی این کافن. ببینن در اینجا باز هم اینیش جایگاه اول. ها دمی دان را که استفاده کردن دوستو، دان یا دنخ را باید بعدش فیل لبن بزن. فراموش نکن دوست دید. خب بیده که باز فیل گهن ویر که هم از دیگه نیم تو کامس تو میا، تو با طرف ما میایی، اون دن و بعدا گهن ویر این کافون، میریم خریداریم. دن گهن ویر انسکینو، گناو نه ون نیش نه دن. Genau, wenn man wen benutzt, dann wen ist dann ein Nebensatz, dann das Verb kommt am Ende. Dann gehen wir in die Schule. Genau, du kommst zu mir und dann gehen wir zur Schule. Eine der Schau wird gerufen. Du bist das Kalimä, dann boyat el bioya. Ich gehe, nee, was ist ich? Ich fahre nach Berlin und dann besuche ich meine Eltern. Ich fahre nach Berlin, aber Berlin mehr darum, dass du Mutter hast, war und dann baden. ببینید که فعل در جایگاه دوم میاد، یعنی جایگاه اول ما دان شد. بزوخ ایش نمیگم که دان ایش بزوخه، اکثریت نمیشنام، اکثریت نمیشنام که اون دان ایش بزوخ مینه الدن، اون دان ایش کوخ پیتزا، اون دان ایش نمیفهمم دو شنام. من چی شد؟ چون من نخوردم. خیلی خوب، پس این مسئله رو هم فهمیدینیم. فعل همیشه در جایگاه دوم واقع میشم. در صورت دوست از این درس امشب ما و شما هم در کل بالای این موضوع است که فعل در جایگاه دوم، فعل در جایگاه دوم در جملات اصلی، فعل در جایگاه دوم. قبل از اینکه بریم در یک بخش دیگه هم میخوایم بخش نیوینزاتس رو هم کار بکنیم. ما شما گفتیم یکی هاوپتزاتس داریم، یکی نیوینزاتس. هیچ وقت استرس به خاطر نتیم خواهم کسایی که نوستین،
اصلا قابل ترس نیست، فقط یک جمله کار میکنه. ترس ما شما نوینزت نیست، فقط یک جمله کار میکنه، شما بفهمین فیل میره در آخر. مثلا ایش فار نخ برلین، نخ برلین اوندن، همین جمله رو میشنم اوندن بزوخ ایش ماین التن. خیلی خوب، اینا رو نیبین زد چی مونو میده؟ نیبین زد خود نیبین پهلو مونو میدم و زد سم جمله، یک جمله پهلو، یعنی پهلوی از یک جمله دیگه میتونم که معنی جمله را تکمیل تر بسازم. نیبین زد فقط برای تکمیل کننده جمله جملات است که بخواییم بیشتر معلومات بدیم. مثلا ما برلین میرم، بعدا والدین ما ملاقات میکنم. اینا لیجا که بخواییم بیشتر معلوماتون بخاطر که مثلا نه چرا ملاقات میکنی؟ این نفر سوال میکنه چرا ملاقات میکنی؟ بس تو میگی چی؟ بخاطر که خیلی وقت شده ندیدیم، یا بخاطر که دوستشان دارم، یا بخاطر که برام قابلی پخته کردم، یا بخاطر که هر معلوماتی که میتید. اینا لی نیبین زدس فایده چی هست؟ شما را کمک میکنه تا ای که مخاطب شما سوال نکنه. تو مستقیم میگی که من میرم بیلدینگ، بعدم فامیل من ملاقات میکنه به خاطر که من دوستشان دارم. این حال دیگه مخاطب تو سوال نمیکنه چرا میری بیلدینگ، تو کل معلومات دادی. این نمیشد چی نیبن زد؟ وایل، خود وایل به خاطر که من نمیکنم وایل ایش این حال لیب ماینه التن در اصل ایش لیب ماینه التنه. این حال وقتی شما وایل استفاده میکنین خود کلمه وایل نیبن زد ساز است و ای همیشه چی است؟ همیشه هم فعل در آخر میبرم. هر وقت وایل استفاده کردین دیگه جز جمله را کار ندارین، فقط این فعل که در بیل و کلنگ میکنین میبینین در آخر. وایل ایش ماین التن لیبه این فعل آمد در آخر. یه البته سطح آسوای است دوستخو، فقط امروزم کار کردم چون اکثریت سوال کردن که چرا فیلم رو در آخر میره و چرا فیلم در جایگاه دوم میره. ایش که ایس این کار کنم در نخوزه سوپر استوچن میگه یک پاوزی 5 دقیقی بخاطر که بعضی نماز میخوانن باید هم شده بود بین 5 دقیقه بخاطر تفریشون بعد سلسن. خب دوست عزیز، سوال اگر داشته بود داشتین در یوتیوب در پای کومنت بینیشین، اگر نیک نداشتین در تیک تاک داشتین نمیلنزه سوالاتون در مطرح بود. This is correct. This is correct. Ich gehe nach Berlin, weil ich meine Eltern liebe, ja? ما به طرف برلین میرم حتما به دیدارشان میرم، به خاطر که من والدین و دوست دارم میرم به دیدارشان. هر چی می نویسی معنیش هم بنویس، حتما می نویس. خب یه درس کلی ما شما بالا یک موضوع خیلی مهم هست. خب ما یک چیز دیگر می خواهیم براتون یاد بتون. خب بعضی سوال کردن که سابیکت و اوبیکت یا چی هست؟ سابیکت فایل ویب فیل و اوبیکت ایره میخوانیم، بعدش میریم با سر درس ما. خب میشه مفعول. حتما شما در افغانستان یا در هر جایی که بودین زبان خواندین دیگه، زبان دری در مکتب ما شما داشتیم، فایل و فعل مفعول ما شما خوانده بودیم حتما. نیم یک از دوستو بیمی باش بریم بگیرین نا خوشن بود برادر بسر. خب فایل فعل مفعول زابیکت و اپن اوبیکت حتما شما در مکتب خوانده بودید. آره ولی فراموش کردیم. خب مهم نیست وقدر شما باید این رو بفهمید که سابیکت چی است، یک کتاب در مورد سابیکت نشون شده رو باید بفهمید، یا اینکه اوبیکت چی است. فقط سابیکت رو بفهمید که کننده کار یا کسی یک کار انجام میده در جمله، اونم سابیکت است خلاص.
Man maktab meravam. Ки мере мактаб? Ман. Унам шуд субъект. Бародарам муҳтар мехарам. Ки аз субъект? Бародарам. Ки кора мекунад? Бародарам. Охари ту маро ки амрои силӣ мезанад. Ва амал тавассути ки анҷом мешавад? Ки дӯстша боло мекунад ки қафоқ маро мезанад? Охари ту. Онуҷо меша чӣ? Кунандаи кор. Ки аст? Субъект. Охари ту. Модари ман имрӯз рафт бозор 20 тона пицца خرید آمد ولی قابلی بلا بوده کرد. ما در مورد کی گپ میزنیم؟ در مورد مادر گپ میزنیم. مادر چیست؟ کننده کار است. My name mama or your mother خب اینترنت ما که دوباره آمد یک بار از هم مهمتری نمی است که این خراب نشد. خب صفی زیون اینترنت کم ضعیف شد دو بخشید دوستان. خب من ماما کخت خوید تا مثلا منتو اصلا منتو پخته نمیشه ولی دمفت میشم چرا که منتو داخله بخار بودم میشه خوش شما منتو بگیرین خیر است. در اینجا کی کار انجام میتم؟ سابیکت ما شما کی است؟ سابیکت ما شما کی است؟ کی کار انجام میتم؟ مادر 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 آفرین. خلاص این شما فهم میدین که در جمله سابیکت چی را میگم. این جمله پیش خودتان بسازین و بگوین که نیش چی است؟ سابیکت است. خب زابیکت را فهم میدین اونو شد. بعدش در جایگاه دوم ما شما چی است؟ فعل است. فعل کدام است؟ فعل فعل جمله ما کدام است؟ خیلی ببینین فعل هم فهم میدین و بعدش متباقی هر آن چیزی که میاد بعد از فعل او را میگن چی؟ آبیکت ها تکمیل کننده جمله. یلدا جون میگن ما رو فالو کنید. این شما رو فالو کنید. این یه فالو. خب این حال شما فهم میدین که فایل چیست؟ فیل چیست؟ و مفعول چیست؟ اولا شخصی تانو بانید دوستو در خط میدونید. خب حالا فهم میدین نه؟ سابیکت و اپن آبیکت کدام ها را میگم؟ یک جمله دیگه میگم بعدش میریم بخیر پیش سر اصل موضوع ما. داینه شوستم شپیلت میت ماینم اورا. باشه جمله را ترجمه شنو نوشته کنم دوست ما بود هر جمله رو نوشته بکنیم با ترجمه. مادر من مادرم امروز منتو میپزد. این جمله پایین دینه شوستا شپیلت میت ماینم بورا. در اینجا سابیکت جمله ما کدام است؟ ما را فالو کنیم. شما را فالو کنیم. خب در اینجا سابیکت جمله ما کدام است؟ این خودتون فهمیدین دیگه کی کار انجام میده؟ کی فوتبال میکنه؟ کی توپ گرفته میای پیش برادر ما؟ کیست؟ داینه شوستان. خواهر تو یا خواهرت همراه برادرم فوتبال بازی میکند. یک دوست داشتم میکنم دو دخشنده که دوست داره کشتو با دوست خوب. خیلی خوب. سوال ندارین دوستو در بخش سابیکت و وب و آبیکت کسایی که در یوتیوب هستین هم مگه سوال دارین بنویسین بذارین. سوال دارین دوستو؟
خب جمله مفعول رو نفهمیدیم. مفعول تکمیل کننده جمله رو میگه. خب مثلا داین شوستر اشپیلت، میگه اگه این نگویم جمله ما تکمیل نیست، نه خواهر تو بازی میکند. من سوال میکنم بس اشپیلت سی متویم اشپیلت سی، نه جواب ما جمله ما تکمیل نیست. نه لگه بخوام جمله رو تکمیل بکنم، این تکمیل کننده رو چی میگه؟ اینه میره میگن مفعول جمله میت ماینم بورم. سوال که نیست، میریم بالای اصل موضوع. اصل موضوع ما خیلی جالب است، چیزی که اکثریت شما نمیفهمین و باید بفهمید. این درس دوستا در یوتیوب میگذارم، باز کسایی که نیستین میتونن از یوتیوب بگیرین. اصل موضوع درس ما شما بالای سابجکت و آبجکت است، سر زمین کار میکنیم. یک جمله خوب زیبا کم دو Kaufst heute. Schon mich ein Auto. Du im Bus der Motor und Maschine mich herin. Subjekt im Okulamas. Subjekt. Du kaufst heute ein Auto. آفرین. او امروز یک موتر می خرید. دوستا ما و شما در درس امروز گفتیم که فعل در جایگاه دوم می مانه، نیم همون تو گفتیم نیم. فایل ما و شما سابجکت ما و شما دو شد، ورب ما و شما کاوفست از فعل کاوفن هست و هویت این اوتو هم بیشد مفعول شد. یک قدر خوب فهم میدین. آیا میتونیم بجای فایل مفعول بیاریم؟ فایز عزیز، دین فرقش بیتر بیت، اوکیم؟ یا کسایی که میگین بله واقعا درست میگین. مفعول ما و شما، خب فایل ما گفتیم تکمیل کننده جمله. تکمیل کننده ما و شما متشکل از دو جزء است، یکی صفت است یکی قید است. قید زمان امروز، صبح، فردا، پس فردا، دیروز، پریروز، پارسال، امسال، ساعت 10 بجه، ساعت 9 بجه. و یکی ما و شما داریم چی؟ یکی هم داریم این اوتو. ما دو بخش داریم مفعول ما شما. ما میتونیم ام هیده بیاریم در اول و ام میتونیم این اوتور بیاریم در بغل در اول. یعنی این نکته رو بفهمید دوستا، خواهم که تنها جمله شما با دو 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 نگوین. مثلا در بخش یا سوای بیانس که میرین نامه نوشته میکنین ایش هایس فلانی، ایش کام اوز افغانستان، ایش بین پی هایرتت، ایش لیان دوی، ایش در 20 جمله ایش ایش که بگوین امی خواننده چی میشم؟ خواننده گنگس گل میشه. مگه بخی بیاد دیوانه مکن. تو میتونی بجای این ایش یا دو تغییر بدی. مثلا بگوی هویتا چی میشم؟ هویتا بعدش بعدش هویتا چی میاد دوستان؟ آیا جمله درست است؟ Heute du kaufst ein Auto. Ist dieser Satz richtig? Nein, nein, na, 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 nein, nein. چرا نه؟ ما شما در تعریف گفتیم. فعل همیشه در کجا میمونه؟ فعل همیشه در جایگاه دوم. اینجا جایگاه اول ما چی شد؟ هویتا شد دیگه. نیم هویتا را که میگفتی بعد از هویتا مجبور است که فعل بیاری. کافستو
Ein Auto. Ja, heute kaufst du ein Auto. Ein Auto, was ist für schon mal jetzt? Bei einem Bus hat er schon mal gesagt, dass schon mal bei Subjekt schon mal gesagt, kannst du da gelbe den bei Objekt schon mal gesagt. Wie was ist für schon mal getan hast? Also die Marfiton schon. Mit dem Jumla aber ein Auto schon mal gesagt. Wie mal mit der Forsi? امروز یک موتر میخریم. جمله اول با تو شروع شد، تو یک موتر میخری. جمله دوم با امروز شروع شد، امروز تو یک موتر میخری. هر دوش یک مانوس هیچ تفاوت ندارد. لازم مردم میتونیم با این اوتو شروع کنیم جمله را. این اوتو کمه اینجا این اوتو هویتا خواهش میکنم این اوتو heute du kaufst. Oh, ich muss das. Das na, du mal wo ein Auto. Mein Auto heute du kaufst. Offen. Warum? دقیقا باز هم مسئله چی؟ مسئله فعل مشمات به جایگاه دوم باید بیایم. این اوتو آفز دو آیتنا دیده چی؟ یک موتر تو امروز می خرید. در هر سه حالت ببینید که فعل ما در جایگاه دوم مان دیگه. این حال دیگه وظیفه شماست که چه رقم شما تمرین میکنین؟ Du kaufst heute ein Auto, heute kaufst du ein Auto, ein Auto kaufst du heute. هر سه جمله ما یک معنی میده، فقط جایگاهش را تغییر دادیم. خود نت قطع شده پیره. بر همه این مشکل است. مشکل اینترنت ما بر همه. نیلوی عزیز سر از یاب میاییم. سر جمله شما میاییم. خب این اوتو کافس اویتا بینا ای درست میاد. خب این را یک دوست منوشتا کرده بودن فیل در اول آورده بودن به این شکل کافس دو هویتا این اوتو. خب نیلو عزیز بله شما جمله رو گفتیم. ما داریم یک جملات ندایی هم جملات ساده یکی داریم جملات سوالی که تو سوال میکنیم. در این قسمت شما زمان یک سوال میکنیم فعل مستقیم میرین در اول جمله ما شاید حالا دولب شده باشم. خب وقتی شما جمله را با فعل شروع میکنین با فعل کافست تو هایت این اوتو در این صورت دیگه با شما سوال میکنین آیا تو امروز یک موتر میخریم؟ کافست تو هایت این اوتو آیا تو امروز یک موتر میخری؟ کافست تو فعل هایت این اوتو. Why don't you use a whiteboard? والا whiteboard جایش هم ندارم. امو 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 موقعش هم ندارم. تلفن هم چندان کیفیت درست نداره. تلفن های سابق هست و که بانم شاید نشته معلوم نشم. دیگه از whiteboard که اگه که بهتر از دیگه نیم واضح تر میبینه شما نشته هم شاید نشته هم خراب باشم. و هم زبان آلمانی است. اوکی کافستو هایت این اوتو این رو برای شما جمله میتونم فقط سعی کنید که نه فقط سعی کنید جدا دیده ترجمهش ندادم به جای میگرفت نه کافستو هایت این اوتو. خب این رو برای شما جمله میگم شما بینید که با چند دقیقه تبدیل میکنید. خب
Mein Bruder spielt heute mit deinem Bruder in der Schule. برادر من امرای امروز امرای برادر تو در داخل مکتب بازی می کند. آیا رقم خوبتر از وقت است که بازی می بینین؟ بازی می تانید شما بنویسین و من می تانید برنامه را هم ثبت بکنم. خب من گورا شپیلت برادر من بازی می کند هایتا امروز میت امرای دینم گورا برادر تو این داخل مکتب در شکوله. برادرم امروز همراه برادرت داخل مکتب بازی می کند. خب این جمله ما میتونید شما به شکل دیگه، خب اول بگویید ما که سابجکت جمله کدام است. اول سابجکت پیدا بکنید، فایل پیدا بکنید. باشه تا وقت اکسیده بطن نشان بتم. شروعه گوشت و گوزفندم نشان بتم. اینجا ماندیم که لایف خلاص شد و ما درس نان خدا بخورم. سو برودر گنو ماین نه دیگه ماین برودر آفرین ماین برودر. ماین برودر کی بازی میکنه؟ برادر من. توپا میگیرم میرم روی برادر تو داخل مکتب بازی میکنم. نه ماین برودر سابیکت است. اینا تیک مکیر میکنیم. فعل ما کدام است؟ فعل ما خیر است. نان بخورم باز سر شما دیر میشم. فعل ما شما اشپیل است، نه از فعل اشپیلن. اشپیلن چی مانا میده؟ بازی کردن. باشه نشته کنم دوستا بگیریم. فعل اشپیلن بازی کردن اشپیلن. و بعدش دیگه بعد از این هویته و بعد هر کدام شکل شما میبینه این هر چقدر جمله با طولانی باشه کلش چی از کلش آبیکت گفته میشه. خب اینا یا آبیکت ما شما چند بخش داره، یکی هویته است، میت deinem Bruder است، یک تو ای است و یک تو دیگه هم این دیر شوده است. خب ما گفتیم اول باز آبیکت، بعد از اون میتونیم که آبیکت ها را، یعنی ما سه گزینه داریم. هویت میتونیم در اول بیاریم، میت deinem Bruder را میتونیم در اول بیاریم، این دیر شوده را میتونیم در اول بیاریم. نیست؟ نقطه دقیق باشید. خب مختار از یکی دیگه باز این درس تکرار نمیشه، فقط تکرارش شما میتونید در یوتیوب ببینید. خب گفتیم با سابجکت شروع کردیم ماین بورا، این حال میم با آبیکت ها شروع میکنیم. میت هویت سمایش هویت ها این دیگه جمله شما رو زیبا میسود، همیش با سابجکت شروع نمیکنیم. هویت ها فیل دیگه همیش جایگاه دوم شپیلد ماین بورا بعدش سابجکت mit deinem Bruder in der Schule. یک جهت قضیه ما با هویت شروع کرد. بیست فیل در جایگاه دوم با هویت شروع کرد. این مانا را میتونم مانا شکلیست کنم. برادرم امروز امر برادر داخل مکتب بازی میکند یا هویت امروز برادر من با برادر تو داخل مکتب بازی میکند. از مانا تفاوت ندارم. ما شما اینجا دو دانه گزینه دیگه هم داریم، نه می تاییم پورا یا اندیر شوله هم می تاییم شما در اول بیاریم. می تاییم پورا بازم فیل شپیلت ماین پورا هویتا اندیر شوله. این مناره می تاییم دوستا ها، فقط ما شما جایگاهی آبیکت ها را تغییر دادیم. می داینم بورا این هم شد آبیکت.
Mein Bruder heute in der Schule. Joike war in der Schule schon mal drin. In der Schule spielt mein Bruder mit einem Bruder. Wollte ich was spielt mein Bruder heute in der Schule spielt mein Bruder heute mit deinem Bruder, genau. Genau. Also los, ich meine, noch mehr bin ich College, ja, ich yes. Ja, Fell, weil wir haben Objekte, Marconi-Motion, lokale Objekte. Normal cümle دیگه بر شما می نویسم. شما برای من بگوین که سابیکت از این کدام است آبیکتش کدام است ها در اینجا دیگه باز کار شما کمک تخت بشنه شما نمیفهمین باید فکر بکنین که در این جمله مثلا من تاین بغوره اشپیل من بغوره های تاین دشوله اینجا دیگه کمک تخفیفش مشکل است که سابیکت کدام است اینجا دیگه من جمله دیگه می نوشتم میکنم تا شما سابیکت را پیدا بکنین Deinen Vater Masalan Demek ki cümle bu sert şudur ise gülüyor son bir sözümüz Görüşmüş hadi aynı sesini Mayın sesini Daha sonra bir aynı اگر براتون مشکلی میکنه من خیلی معذرت میکنم ولی هدفش که خیر است شما میتونید دیگه جملات رو مثلا ایش هایسم ایش هایسه هسیب ما نمیگن تو بارش دیگه ایش کام اوز افغانستان میتونین بگوین اصلا مشکل نیست ولی زیباتر شیشه میشه که اگر بگویم اوز افغانستان کام ایش بیست اگر ایش هم اگر ماندین مشکل نیست ایش کام از افغانستان باز اگر بگیم ایش وون این دوچلند یا این استرایش خلاص ایش ایش پینه در اینجا شما میتونیم بگیم که این دوچلند این دوچلند چی میشه؟ دوچلند وون ایش دیگه میکنم مشکل نیست اصلا این دوچلند وونه ایش سو Mit dir gehe ich heute ins Kino. Der Jumle ma Subjekt kudamas. Mit dir gehe ich ins Kino. Subjekt man damals Subjekt. Yani bazı dostlar da var kardeşim. Subjekt man çi gittim. Kendi kar ya kesin ki amal anjam mı da? Bu cümleler mana ko kudet. Bu şey mana kulum bertan. همراه تو من سینما می روم همراه تو من به سینما می روم سابجکت کننده کار کی از اینجا کی می رو خان یش از دیگه
Aynı cümle aslında. Ich gehe mit dir ins Kino. Aynı cümle aslında. Ne? İnce arkadaş cümle. Ele kamur şu tamayı kadar. Şu muhatman mı yapalım edelim? Ama bu iş cümle şu tamayı kadar. Şu muhatman mı yapalım iş yaz. Ama mit dir şu tamayı kadar. Ama şu muhatman mı yapalım edelim? از این خاطر ایج بر ای جمله برتن ما آوردن و خاطر ازی شما در یک جمله باید بفهمین سابیکت کدام است. یک نقل برتن میتون دوست خواه کمک بالا بریم من درس دارم کمک حالم خوب شد بالا دارم رو بودیم اینجا ایش دو ار زی اس ویر ایر زی بزرگ و زی کوچک این نمی کلیش سابیکت از دوستا تمامش در هر جملات که می آیا کلیش چی هست؟ کلیش سابیکت است کلیش فاعل جمله هست میره کپی کنم امیدین آله در هر موقعیت جملات شما اگر یار دیدین یار دیدین در هر نقطه چی در اینجا چی در اینجا بفهمین که اینمی سابیکت است یک نقل ایش دو ایر زی ایس ویگر ایر زی بزرگ و زی بجرگ کل از چیز کل از سابیکت است در جملات هر چی شما دیدین سابجکت جمله است مشکل در کجاست هر بینی نال وقتی گیره فهمیدیم که سابجکت است نال مرک جمله دیگه نشتا میکنم حاجل که در شما مشکل در جمله سختر شما دامه بگوید که سابجکت کدامش است فهم بگوین در ما سابیکت کدام است می داینم فاکتا و داینم بورا گین بی این سکینو ماتیولا آفرین ما آفرین نایل جان مرو عبدالله خلاص اینا فهم میدین دیگه آجیل که در شما باید خطه بخونین که در کجا از اونو پریزونال پرونومنا میبینین این از اینیا در کجا جمله شما پیدا میکنین در هر جایی که شما پیدا کردین میفهم این گونامو چیه یه اصلا جمله به این شکل است ها بیر گیهن اصلا اترس ها بیر گیهن میت داینم فاتا و داینم بورا انس اصلا این تو هست یکی هین می دانیم فاتان دانیم پورا انس کینو ما فقط چکار کردیم مفهول آوریم در اول ما همراه پدر و برادرت به سینما می رویم من نال یک وظیفه خانگی میدیم برتان کسایی که در یوتیوب هستین شما جمله رو نما شکلش تغییر بدید خب همی آبیکت رو بیارین در اول دیر گیت تایتل سن اوان اندی شوله Sie geht heute um 10 Uhr in die Schule. Und bei dem Ross hatte da war ja. Und im Ross hatte da war ja. Doch alle Maktab, ja, Madrasa. Meirawat. Hier war sie für Honagi schon mal gesagt, dass YouTube hast. Agar didum,
که شما وظیفه خانگی را در یوتیوب کامنت نکردین، به این مناظره که من ویدیو در یوتیوب نشر نمیکنم، فقط میایم در تیک تاک لایو میریم و بسم الله الله اکبر. و شما که در تیک تاک هستین 271 نفر، ما اگر در نرین در تیک تاک در یوتیوب هم نبینین برنامه را، یا باز به این مناظره که من جا زحمت نکنم خود این تب در یوتیوب اون وقت نمیدیم. نی برنامه یوتیوب ما هست، نشود بکنین، بعد از درس برین جلسه اول دو و سه را بخوانین، و امروز هم جلسه سه چهارم ما شما بود. وظیفه خانگی یوتیوب، درس یوتیوب ما شما خلاص شد. تا جلسه پنجم بخیر، شما را به خداوند پاک و لایزال می سپارم. در تیک تاک ما شما هستیم، گفت